رزاشاه و کشف هجاب سخنان رضاشاه در روز کشف هجاب بی نهایت مسرورم که می بینم خانمها در سرانجام دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا و به حقوق و مزایای خود پی بردند همانطور که خانم تربیت اشاره نمودند زنهای این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمی توانستند شایستگی و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند بلکه باید بگویم که نمی توانستند حق خود را به نسبت کشور و میهن عزیز خود ادا نمایند و بالاخره خدمات و فداکاری خود را آنطور که شایسته است انجام دهند حالا می روند علاوه بر امتیاز برجسته مادری که دارا می باشند از مزایای دیگر اجتماع نیست بهرهمند گردند ما نباید از نظر دور بداریم که نیم جمعیت کشور ما به شمار نمی آمد یعنی نیم نیروی عامله مملکت بیکار بود هیچ وقت سرشماری زنها برداشته نمی شد مثل اینکه زنها یک افراد دیگری بودند و جز جمعیت ایران به شمار نمی آمدند خیلی جای تأصف است که فقط یک مورد ممکن بود سرشماری زنها برداشته شود و آن زمانی بود که وضعیت درآمد در تنگ نامی افتاد و در آن موقع سرشماری می کردند و می خواستند تأمین آزوغه نمایند. من میل به خودنمایی ندارم و نمی خواهم از کارهایی که شده است اظهار خوشوقتی کنم. و نمیخواهم فرقی بین امروز با روزهای دیگر بگذارم ولی شما خانمها باید این روز را یک روز بزرگ بدانید و از فرصتهایی که دارید برای ترقی کشور استفاده کنید من باور دارم که برای سعادت و ترقی این مملکت باید همه از صمیم قلب کار کنیم ولی هیچ نباید قفلت نمایند که مملکت نیازمند به کوشایی و کار است و باید روز به روز بیشتر و بهتر برای سعادت و نیکبختی مردم قدم برداشته شود شما خواهران و دختران من حالا که وارد اجتماع شده اید و گام برای سعادت خود و وطن خود بیرون گذارده اید بدانید وظیفه شماست که باید در راه وطن خود کار کنید شما تربیت کننده نسل آتی خواهید بود چشم داشته من از شما خانم دانشمند این است که در زندگی قانع باشید و کار نمایید و از تجمل و اصراف بپرهیزید سعادت آتیه در دستان شماست